موفق شدیم که 6 الحاق رو به نیروی دریایی سپاه انجام بدیم. در برج 3 سال 99 ما 112 فروند شناور که عموماً یعنی تماماً باید بگم ساخت دست جوانان توانمند ما در وزارت دفاع، در شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خصوصی دانش بنیان در کشور و در واقع نیروی دریایی سپاه و تحقیقات نیروی دریایی و همچنین تحقیقات سپاه پاسداران، این 6 تا الحاق رو ما وارد کردیم. اولیش همین 112 فروند شناور بود، شناورهایی که سرعتشون، قابلیتشون نسبت به قبل تغییر کرده بود. دومی الحاقی که ما انجام دادیم اون کشتی بزرگ اقیانوس پیمای شهید رودکی بود که این در واقع سامانه های مختلفی رو روی این شناور نصب شده، از پوشش هوایی، پوشش سطحی شناورها و مواردی که در واقع نیاز هست این شناور. و سومین الحاقی که ما انجام دادیم 190 فروند پهباد، پهبادهای تهاجمی، رزمی و شناسایی، پهبادهایی که جدید هستن، برد اینها و قابلیت هایی که در واقع در مقابل جنگ الکترونیک دارن، اینها در واقع به عنوان الحاق بعدی ما بود. الحاق چهار ما 360 فروند شناور را در سال 99 که سال کرونایی بود و مشکلاتی که ملت ما باش مواجه، با همت در واقع همرزمان من و عزیزان ما در سازمانی که عرض کردم، ما 360 فروند شناور رو وارد سازمان کردیم که یکی از در واقع شاخصهای بارز این شناورها 75 نات سرعت و 95 نات سرعته و ما میتونیم الان اعلام بکنیم که کشور ما یکی از سازنده های قایق های تندرویی است از نوع نظامی که سرعتش بالاترین سرعت کشورهای دنیاست. و این شناورها هم کاملا بومی ساخته شده و کاملا بومی است، یعنی از 0 تا 100 این شناورها هم سامانه های موشکی اینها، هم سامانه های در واقع سلاحایی که روی اینا نصب شده، امکاناتی که اینا کاملا داخلی است. و بعدش الحاقی بود که در واقع شما شاهدش بودید، همین اخیر ما الحاق در واقع 67 سامانه موشکی رو داشتیم که خب موشک هایی که درون کشور درست شده بود، برد این موشک ها، این موشک ها قابل فرماندهی هستن، یعنی شلیک که شدن میتونن با هدایت شونده اونی که هدایتشون میکنه فرمان بگیرن، چپ، راست، بالا و حتی برگشت این موشک ها رو در واقع شما میتونید فرمان بدهیش. اینا جز قابلیت های موشک ها. موشک هایی که ما وارد سازمان کردیم برای اولین بار صورت گرفته، از پشت ارتفاعات میتونن شلیک کنن، موشک های دریایی کروز که وقتی شلیک میشن یه اورشوت رو دارن و بعد میان سطح زمین در واقع عبور میکنن. اینا دیگه لازم نیست برن لب آب، لازم نیست که برن تو لجمن، اینها میتوانن هم در شهرهای موشکی شلیک بشن و هم میتوانن در پشت ارتفاعات این شلیک رو انجام بدن. صدر فکر میکنم این نکته رو چون به ذهنم رسید میخوام که بگم، کل دنیا میدونه جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت آغاز کننده هیچ جنگ و دعوایی نبوده، چه در منطقه چه در سایر کشورها، اما توان دفاعی کشور ما بسیار برای ما هم اهمیت داره، برای همه هموطنان اهمیت داره و بسیار خوشحال میشیم از اینکه بشنویم که ما روز به روز داریم در این زمینه رشد و پیشرفت رو شاهد میشیم. ما دلگرمیمون همینه خانم شریف مقدم. من انصافا ما یه مقداری 1400 هم داریم از همین برنامه هایی که حالا در دست است. بله بله، ما یه خبر خوش در همین زمینه ادامه داره ان شاء الله. ما در عرض کردم این ششمی را من بگم خدمتتون، ششمی الحاق ما سامانه های جنگ الکترونیک بود. بله، سامانه هایی که درون کشور درست شدن و قابلیت مقابله با در واقع هر نوع جنگ الکترونیکی دشمن را دارن،
یعنی فرکانس های خاموش دشمن رو میتونن بگیرن، پسیو میتوانن ارتباط داخل دشمن رو اینا در واقع رصد کنن. اینا همه سازه جوانان ماست. بله. در وزارت دفاع، در سپاه پاسداران، در دانش بنیان ها و در نیروی دریایی. ما افتخار داریم در نیروی دریایی موشک هایی رو داریم تولید میکنیم در واقع با هماهنگی وزارت دفاع، که بردهای خیلی متفاوتی دارن و بسیار برد بلندی در واقع این موشک ها دارن. ای بخواین یه خبر خوش برای ویژه مردم اعلام بکنین برای 1400؟ میتونم خدمت شما و ملت شریفمون انشالله بدم در روز پاسدار. ما انشالله در سال 1400 با امید خدا که سال امام زمان میدونیم، چون دو تا نیمه شعبان داریم، دو تا نیمه شعبان داریم. بله. انشالله در این سال که سال خیریست انشالله برای ملت ما و آرزوی سال خیر واقعا میکنیم این سال رو، ما شناور شهید والا مقام شهید حاج قاسم سلیمانی شناوری است که هم موشک های هوا به سطح و سطح به هوا و هم عرض کنم موشک های سطح به سطح و یک سامانه های بسیار پیچیده روی این شناور است. سرعت شناور 45 گره است. این شناور جز افتخارات جمهوری اسلامی است که ما در نیروی دریایی سپاه اینو طراحی کردیم و دانش بنیان هم در دانش بنیان های ما یعنی شرکت های شخصی و هم در نیروی دریایی و هم در وزارت دفاع همزمان داره ساخته میشه. انشالله 3 فروند از اینها رو ما در 1400 انشالله عملی میکنیم. و یک شناور دیگه 47 متری است به نام شهید والا مقام ابو بهدی مهندس. بله. انشالله این هم عملیاتی میشه. سرعت این شناور، سازه این شناور، بدنه این شناور تغییر کرده. همینطوری که جناب عالی مستحضرید و بینندگانتون، بدنه های شناورها یا وین یا یون یا دبلیون. بله. این بدنه دبلیوه در واقع. بسیار. بله. ما همین چند وقت پیش خب یک نفتکش کره رو به خاطر آلودگی زیست محیطی که ایجاد کرده بود از سوی سپاه پاسداران توقیف شد و شاهد این رویداد بودیم. بعد از اون دیگه مجبور شدن پرونده بدهیشون به ایران رو بیان در موردش صحبت بکنن. اگه بخوایم بگیم این اقتدار نظامی، این توان بازدارندگی چطور به دیپلماسی کشور ما کمک میکنه، چه میتونید بگید؟ دقیقا سوال خیلی خوبی کردید خواهر بزرگوارم. ما استینا رو گرفتیم، استینای انگلیسی رو که آلودگی ایجاد کرده بود. بله. و به نوعی مقررات IMO را نقض کرده بود گرفتیم. بلافاصله کشتی ما را در مدیترانه آزاد کردن، کشتی ما را عربستان گرفته بود آزاد کردن. پس خیلی اثر گذاره. اما این کشتی کره‌ای انصافا هم نقض مقررات IMO را انجام داده و هم آلودگی محیط زیستی انجام داده. در دو منطقه، در جنوب شرق تنب کوچک یک منطقه حدود 2 کیلومتر در 2 کیلومتر فیلمش هم هست، این آلودگی رو انجام داده. اینا نباید در خلیج وسیعی مثل خلیج فارس که 250 هزار کیلومتر محدود هم هست اینا آلودگی ایجاد بکنن. ما اینو گرفتیم. خب قطعا یک کار نظامی اینچنینی با یک کار سیاسی بسیار اثر گذاره. من میخوام بگم که این کار باعث شد که هم متوجه بشن که ما متوجه میشویم اگه آلودگی ایجاد کنن. دوم اینجا اینطوری نیست که هر کاری دلشون خواست انجام بدن. و این خدمت شما عرض کنم، من دارم رصد میکنم دشمن را. دشمن ما 50 فروند شناور رو آورده در خلیج فارس، به 52 رو داره روی کشور امارات و کشور عربی داره پرواز میده، یعنی و رزمایش میذاره، تمرین میذاره. ما تا رزمایش میذاریم یا تمرین میذاریم یا شهر موشکی انجام میدیم، متاسفانه صداشون در میاد. اونا که واسه صداشون در میاد، اما یه داخلی مثلا یک فردی با اینترنشنال صحبت بکنه الا وقتش نبود. آیا وقتش هست شما رزمایش های آنچنانی میذارید، اینقدر دارید چنگ و دندون نشون ما میدید و ملت ما نشون میدید؟
ما یک رزمایشی که در درون مجموعه هست، ما قابلیت هایی که مردم ما میخوایم دلگرم بشن که اینطوری نیست. وقتی شما میگید که با یه موشک میتونن ما رو جمع کنن، خب شما باید بدونید که ما هم میتونیم اونا رو جمع کنیم. ما هم یه قابلیت هایی داریم که بخشیش ما نشون میدیم، بخشیش رو توی الحاقان نشون میدیم. اینها باعث بسیار خوب دلگرمی ملت ما میخواییم باشه. همینطوره سردار. از سال گذشته ماجرای اعزام نفتکشای ایرانی به ونزوئلا که خوب نمادی از اقتدار ملی ایران در آبهای بین المللی شد، هم بحث شد و معادلات بین المللی رو هم به نوعی تغییر داد. خب این قدرت همطور که در صحبت هم اشاره شد به پشتوانه نیروهای نظامی ما در آبهای بین المللی به دست میاد. اگه خیلی سرفصلوار در یک دقیقه بخوایم بگیم ما در حوزه و منطقه آبی چه فعالیت هایی داریم، چه موارد رو اشاره میکنید؟ ببینید امروز هم ما هم نیروی دریای مقتدر ارتش جمهوری اسلامی در فراتر از آبهامون حضور داریم، یعنی در آبهای آزاد. امروز افتخاره که تو خود همین ماجرای رفتن کشتی ها نفتکشامون به ونزوئلا، خود نیرو دریای سپاه نیرو دریای سپاه اینها در واقع به عنوان گارد یا نیروهای حفاظتی این کشتی ها هستن. یه بخشیش در واقع نیروهایی است که پنهانن، یه بخشیش آشکارن. ما در واقع افتخاری که داریم، اینا زمان طاغوت اینا نبود. خانم شریف مقدم، من بیگانه با نیرو دریایی ارتش و سپاه نیستم. بله. من تشکیل دهنده نیرو دریایی سپاه بودم. ما افتخار داریم که امروز موشک هایی رو در بخش دریایی با 700 کیلومتر داریم تولید میکنیم، در صورتی که بالاترین موشکی که در زمان طاغوت در نیروی دریایی ما بود که ژاندارم به اصطلاح ژاندارم خلیج فارس بودیم 45 کیلومتر بود. 45 کیلومتر الان اسباب بازی قایقای ماست. مقایسه همین خودش انصافاً قایقای تندروی ما الان 35 90 کیلومتر الان داره. سردار بسیار سپاسگزارم از ممنونم. اینکه در برنامه حضور پیدا کردی. ان شاءالله سال 1400 سال رشد و پیشرفت هر چه بیشتر برای همکاران شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بشه در همه حوزه ها در کشور عزیزمون. ان شاءالله که بتونیم این پیشرفت رو ببینیم.